به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و درود خدمت همه شما بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش‌های ما. امروز آمدیم به لسه گبرشاد بیگم شهر هرات، لسه دخترانه گبرشاد که بعد از 7 ماه دوره کرونا و قرنطین مجدداً دروس دانش آموزان آغاز شده و میریم میبینیم که وضعیت درس ها چگونه هست و با چی شور و اشتیاق دانش آموزان به صنف ها اشتراک میکنند و شرایط چگونه، چقدر پروتکل های بهداشتی رعایت میشه و همه این موارد. لسه گبرشاد یکی از با سابقه ترین مکاتب در هرات که همه ساله شمار زیادی از فارغین این مکتب بعد از سپری کردن آزمون کانکور وارد دانشگاه ها و پوهنتون های کشور میشن و جز لسه های نمونه در سطح افغانستان هست. در خدمت مدیره محترم لسه گبرشاد هستیم که با ایشان هم کلام میشه. میر صاحب سلام، وقت شما بخیر. خوبه؟ شکر، سلامت باشین، روز شما بخیر. سلام باشین، معرفی بکنین. به نام خدا، لطیفه همدرد و مامیر لسی گوشاد بگم. بسیار آمیر بگیم درست یا مدید؟ چون مکتب ما لسه و ستای متیدا چاگردازد آمیر. بسیار خوب آمیر صاحب، در مورد لسه گوشاد بگیم و سوال اول می اینی که بعد از 7 ماه ما خوشبختانه شاهد شروع دوباره درس ها هستیم. چی مدت میشه که درس ها شروع شده؟ شرایط چگونه؟ علاقمندی دانش آموزان و علاقمندی استادان؟ تشکر. بعد از 6 ماه که تمام شده سال تعلیمی ما به روی همه دانش آموزان ما تازه شروع شده و از 5 ماه که گذشت تنها به صنف 11 و 12 تدریس ما شروع شد. شاگردان علاقمندی خاصی دارن، یک مدتی بود که از درس و تعلیم دور مانده بودن و انتظار را داشتن، لحظه ها شمار میکردن که لحظه شماری میکردن که چه وقت مکاتب شروع میشه. خوشبختانه که مکاتب شروع شده، همگی با علاقمندی، همه با شوق اشتیاق به مکتب حاضرن، هم از استادای محترم هم از شاگردان عزیز. بسیار عالی. در مورد ازی بگیم که کرونا چقدر آسیب رسوند به پروسه درس مکاتب؟ خوی یک ضربه بود که برای تمام جهانیان کرونا وارد کرد که افغانستان هم جز او کشورهایی بود که ازی محروم نبود، ولی جای شکر که خداوند الحمدلله که تلفاتی که دیگه کشورها داشتن افغانستان به او چی آمار تلفات ندیشت و تونستیم کرونا اگر بگیم شکست دادیم، چون ما به تمام جهان افغانستان کشوری بود که کمترین نصیب دید. بله، و از نگاه از طرف دیگه هم بحث درس ها که 7 ماه عقب موندن و بازی تقسیم اوقاتی که جدیدن وزارت معارف اعلام کرده، فکر کنم کمک حالا کم خونه، خیلی تایم شاگردا یا وقت شاگردا تلف شد دیگه، او هم ناخواسته بود دیگه، چاره ای نبود. بله، چیزی بود که گفتیم طبعا به سر همه کشورها بود، ما جز از اون کشورها بودیم، ولی بازم جای شکر که ریاست معارف ما زود دست به کار شدن. ما دروس آنلاین داشتیم که تمام شاگردایی که دسترسی به تلویزیون اینها داشتن تونستن از این درس ها استفاده کنن، حتی خود رئیس معارف خانه به خانه میگرفتن تعقیب میکردن، اعضای شورای مکاتب مدیر صاحبا میرفتن تعقیب میکردن، تا حد شاگردا ما از دروس آنلاین استفاده کردن و الحمدلله که حالا که دروس شروع شده با مو جدیت و حاضر بودن و همگی کوشش میکنن که انشالله جبران کنن. بسیار عالی. اگه موافق باشیم سر بزنیم به چند تا از صنفا و با هم ببینیم که شرایط درسی چگونه. بفرمایید، به خدمت. خواهش میکنم. خب وارد میشیم به یکی از صنوف. اجازه است؟ سلام علیکم. خوبیم دخترها؟ شما خوبیم؟ سلامت باشیم، چی حال داریم؟ بفرمایید بشینیم. با جناب استاد هم کلام بشیم. جناب استاد روز بخیر. خوبین؟ صحتمنده؟ شما خوبین؟ سلامت باشید. سلامت باشید. چی درس میدادین؟ عقاید تعلیمات اسلامی. چندومه؟ چهارم. تعریف ایمان. بله، یادش بخیر. دلم تنگ شده چقدر برای از این چوکی. یک زمان ما هم دانش آموز بودیم و می اومدیم درس میخوندیم. استاد، چگونه وضعیت شاگردا و علاقمندی ایشان بعد از 7 ماه دوباره اومدن به صنف و درس پس شروع شده؟ بله، شاگردا خیلی خوشم، راضی ام که به مکتب اومدم، درس علاقه دارم، یعنی همه میبینیم حاضرم به صنف، استادا ما همگی هستن به سر صنف درس میدن، به علاقمندی درس. بله، یک نکته مثبتی که در این صنف میبینیم، نام خدا همگی
ماسک استفاده کردن که همیشه توصیه میشه از سوی سازمان جهانی بهداشت و وزارت صحت عامه کشور که هرچند مهار شده تا حدود کرونا در افغانستان بازم رعایت بشه. انتظار شما جناب استاد از شاگردهایی که ماسک نمیزنن و توجه نمیکنن به این موارد چیه؟ اینا باید ماسک بزنن به خاطر از اینکه جلوگیری از این مریضی شه و خود اینا و فامیل اینا از این مریضی به امان باشه. تشکر. خب باشه که خود دخترام صحبت بکنیم. کی صحبت میکنه خود ما؟ اول نمره صنف کی نه؟ کی؟ شما نه؟ دو تا اول نمره داریم. اسم شما چیه؟ دیانا. همه نمره شما دیگه صده؟ بله. صد؟ هم مگه صد درست. 99 هم نداره؟ نه. پارسال دیگه صنف 3 بودی؟ بله، اصلا فاول تا به صنف 4 در جامعه مگه پره به 100% بود. آفرین، بسیار عمالی. این ساعت چی داشتیم؟ عقاید. ایمان میتونیم تعریف کنیم؟ بله. تعریف کنیم؟ ایمان به معنای اقرار به زبان و تصدیق به قلب. به کی باید ایمان داشته باشیم؟ به خداوند متعال، ملائکه ها، رسولان، پیامبران، رسولان، نربه روز آخرت، تقدیر خیر و شر. خب دیانا جان، در آینده بخیر میخوای چی کاره بشی؟ میخوایم یک معلم شون که به وطن خود خدمت کنم. آفرین، بسیار خوب. اولین باره که میپرسیم از یک دانش آموز، نمیگه که مایم دکتر شم یا انجینر شم، چون این سوال همیشه وقتی پرسان میکنه میگم یا مایم دکتر شم یا مایم انجینر شم. چقدر خوبه. اتفاقا دیروز روز معلم بود که من تبریک عرض میکنم خدمت اساتید گرامی و استادایی که برنامه میبینن. یک جمله دارن ژاپنی ها، میگم در ژاپن مروجه پولدارها و شخصیت ها وقتی مایم خانه بخرن، میگم ما میریم به بانگاها یا مشاوره املاک به منطقه میریم خونه به خونه میخریم که اونجا استادا زندگی میکنن و معلمین. چون میگم ما یک وقتی که کی از ما میپرسه شما به کجا میشینیم، بعد ما بگیم که با افتخار بگیم ما به محله زندگی میکنیم که اساتید به اونجا زندگی میکنن و این افتخاره برای ما که الحمدلله افتخارم هست و خیلی هم خوبه. ولی متاسفانه بگیم که توجه چندانی نمیشه در افغانستان به معلمین عزیز ما. حتی در هرات ما سال گذشته شاهد اعتصاب کاری معلمین بودیم چندین ماه، وعده‌های کلانی داده شد ولی متاسفانه هیچ کاری صورت نگرفت. خب دیانا جان، حالی که درس‌ها شروع شده دیگه میتونه رقابت جریان داره که بخیر پنس اول نمرگی خود حفظ کنی. بله. همه اول نمره شی؟ اگر خواست خدا باشه. به دوری که قرنطین بود از طریق تلویزیون و درس‌ها آنلاین هم پیش بردی درس‌ها خود؟ فایده دیش؟ بله. بسیار خوب. پس آماده ای دیگه، یعنی خوشحالی که دوباره شروع شده؟ خیلی. موفق باش. تشکر. خب اول نمره بعدی شما بودین؟ اینا بودم. اسم شما چیه؟ سنا جان. سنا جان، شما پارسال نمره شما 100 بودم میگی؟ به دوری که کرونا بود و قرنطین در سر بخوندین بخونه؟ با کمک پدر مادر. بله. بسیار عملی. پدر مادر شما کمک میکنن به درس؟ بله. خیلی خوب. پدر شما چیکار هستن؟ دکاندار. آفرین، که دکاندار هم هستم با شما کمک میکنم. خب شما بخیر، در آینده می سوال کلیشه ای باشه بازم بپرسم، در آینده شما انشالله ما چی کاره بشیم؟ من دکتر شم. دکتر، بالاخره به جواب رسیدیم. من دکتر شم انشالله که دکتر شیم. آرزوی شما چیه برای مردم افغانستان؟ آرزو میکنم که کرونا به خیر چشه و سال به درکشن ما به وجود بیایه. این که آرزوی همه ما هست و اونایی که انتحار میکنن، انفجار میدن، روی این کودکای نازنین و معصوم رو ببینن که با چی رویه دوست دارن که صلح در کشور ما بیایه. وقتی خبرها بعد از تلویزیون میبینی یا اطفال میبینی مکتبار درد دادن، چی حسی به تو دست میده؟ حس بعد دست میده وقتی که ما شاگردان میبینم که به مکتب میایم، باز حس خوب خور به دست میارم و امید میارم که شاگردان دوباره درس میخونن و آزادی به کشور ما میارن. آفرین، امیدواری دیگه برای آینده انشالله. فکر میکنی صلح میشه به افغانستان؟ بله. امید به خدا انشالله که صلح بشه در کشور ما. و او کسایی که ماسک نمیزنن چی میگی برای اینا؟ برای اینا توصیه میکنم که نکات بهداشتی رعایت کنم و ماسک بپوشن و فاصله خود را رعایت کنم. تشکر از هم میگی شما. ممنون. خوارکای خوب ما، انشالله که همیشه موفق باشیم، تندرست باشیم، همگی با رضا خوب برسیم. تشکر از جناب استاد که ما وقت شما رو گرفتیم و انشالله که موفق باشیم. تشکر. خب با مدیر صاحب امرا میشیم، میریم به یکی از
سنف‌های دیگر فکر کنم اینجا هم شاگردا در حال درس خواندن هستن. خب اجازه است استاد. سلام علیکم. خوب این دخترا؟ سلامت باشیم. بفرمایید بشینیم. خب اول نمره شما کینه؟ ماشاءالله. چند تا اول؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده تا اول نمره داریم به یکسین. تعداد اول نمره ماشاءالله زیاده، برسن که چهار پنج تا ما برو پاچه نوشته نکنیم، ولی باز به نتایج یک اول نمره داریم. با زیری و نتایج نمره اینا یک؟ بله، کسایی که نمره اینا که باز به اساس از اینکه کسایی که هیچ غیر زیری نداشته باشن و به پلو نمره خو آفرین گیشته باشن، بازی کس در جای زیری و نتایج به اول میایه. بسیار خوب، خیلی خوب. فکر کنم خیلی بچه لایق داریم شما و خیلی زحمت میکنید. الحمدلله رزیم از شاگردا، ما شاگردای پرتلاش و با استعدادی هستیم. بسیار عالی. سینیتایزر میبینیم که پروتکلای بیدشتی رعایت میکنن، ضد عفونی کننده ماسک هم استفاده کردن. باشه با اول نمره اینا صحبت کنیم. اسم شما؟ سنا. سنا جان، صنف چندیم؟ صنف 4 جیم. 4 جیم. این ساعت چی داشتیم؟ پشتو. پشتو. چی یاد داری به پشتو بری ما بگی؟ مثلا شوانکی، مثلا سلور. خود خور میتونی به پشتو معرفی کنی؟ زمانم سناده. زمانم سناده. استاپلار نوم سده؟ سید عبدالله. اما خزر مام یاد بیشتم، شوخی میکنم. خیلی خوب، پشتو رو دوست داری انشاءالله یاد بگیری؟ بله. چند گرفتی سال گذشته پشتو؟ پشتو سال گذشته نداشته. خب از صنف 4 شروع میشه پشتو؟ دوری که کرونا بود سنا جان، درس‌ها رو می‌خونی بخونی یا نه؟ بله، قرنطین که بود عمه و مادر من خودم کمک می‌کردن. پس سگال نام خود آماده ای برای ادامه درس؟ بله آماده. شما 11 تا اول نمره داریم به داخل از این صنف، چگونه خیلی رقابت داریم خودم؟ ما اول نمره ایم، خودم سینفیم، رقابت که داره، ما هر اول نمره رقابت داره. رقابت سالم داره؟ بله بله، رقابت جنگی نداره. رقابت جنگی نداره. تشکر. در آینده بگو چی کاری میشی؟ دکتر قلب. دکتر قلب که بری قلب رو جراحی کنی. بسیار. تشکر دخترها، انشالله که میشه موفق باشیم دیگه، توصیه های بیدشتی رو هم رعایت بکنیم. تشکر از شما. خداحافظ. خداحافظ. تشکری میکنیم از جناب مدیر صاحب که با ما همکاری کردن. اگر پیامی داشته باشیم در آخر. تشکر از شما میکنم که وقت گذاشتید، ما اومدیم از شاگردان ما خبر گرفتید و اینا رویه دادیم، تشویق کردیم دنیای ما. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یادش به خیر. میفهم خیلی دل شما تنگ شده. شما که لسه گورشات بودیم، امروز یا به آمریکا زندگی میکنیم یا به اروپا ایم یا به آسیا ایم یا به هر کشور دیگه یا به استرالیا ایم، شاید خیلی دل شما تنگ شده باشه از این چوگیار، شاید خیلی یاد کرده باشه این تخته سیاه، که اینا هم خاطرات خوب دوران کودکی و دانش آموزیه که امروز خاطرات خیلی از دوستای ما با دیدن این گزارش مطمئن هستم که تازه شد. ان شاء الله که همیشه تندرست باشیم. بیننده عزیز سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.